روانی که به شکل وحشیانه خانواده‌ای رو سلاخی میکنه و دخترشون رو میدوسه. گلاسیا سلام. امروز براتون فیلم های تنشن مسئول 2003 رو آوردم. کشور فرانسه اینو ساخت و نمره 6.7 آی ام دی بی رو داره. این فیلم اسلشر که از فیلم‌های خیلی وحشیانه فرانسه هست و کلاً توی کشورهای اروپایی خیلی شناخته شده به خاطر همین زمینه وحشیانه بودن و بدون پرده نشون دادن خشونتش. فیلمیه که اگه از سبک اسلشر خوشتون نمیاد اصلاً سمتش نرید، چون یه ورود خیلی بد باهاش دارید، ولی اگه سبک رو دوست دارید حتما ببینیدش. بریم فیلمو ببینیم. حواسمون باشه کامل صحنه‌های خشنشم باشه. با شروع فیلم زنی به اسم ماریو میبینیم که توی بیمارستان بستری شده و مدام این جمله رو تکرار میکنه: نمیذارم هیچکی بینمون قرار بگیره. حالا میریم به یه مدتی قبل. همین زن توی جنگل داره میدوه و حسابی هم وحشت زده است، انگار از چیزی فرار میکنه و وسط خیابون یه ماشین میبینتش رو میزنه کنار. زن التماس میکنه که راننده در باز کنه و یه رفعه با باز شدن چشمهای زن میبینیم که عقب یه ماشین خوابیده و صحنه قبل فقط کابوسش بوده. ماری سیگاری روشن میکنه و راننده ماشین هم دوستش الکسه. دوتایی به این سفر اومدن و ماری کابوسش رو تعریف میکنه. الکس پرسه توی خواب از کی فرار میکردی و ماری با سردرگمی میگه انگاری از خودم بود. کمی اون طرف در مادر الکس و برادرش میبینیم که منتظرن تا الکس و ماری به اونجا برسن. یه ماشین مشکوکی هم همون نزدیکی ها وایستاده و این خانواده رو زیر نظر گرفته. وحشت اینجا شروع میشه که راننده سر برده شده یه دختر از ماشین میندازه بیرون و فرار میکنه. دختر رو میبینیم که شب شده و هنوز تو راهن. حالا ماری پشت فرمونه و به پیشنهاد الکس وارد میانبر میشن. یه دفعه با دیدن یه آدم و صدای جیغش وسط علفزار ماشین رو متوقف میکنن. الکس میره که ببینه چی شده و با برنگشتنش ماری وحشت زده از ماشین پیاده میشه. با نگرانی میگرده و حالا صدای استارت ماشین میاد. ماری میدوه دنبال ماشینشون و میفهمه الکس داشته مسخره بازی در میآورده. خلاصه که تو سکانس بعد به مقصد میرسن و الکس خانواده‌اشو به ماری معرفی میکنه. شام میخورن و الکس میره حموم، ماری هم میره که یه سیگار بکشه. اما در همون حال با لذت به الکس برهنه توی حموم زل میزنه و مشخص ازش خوشش میاد. آخر شب همه میخوابن. ماری با شنیدن صدای بیدار میشه و از پنجره همون ماشین رو میبینه که قبلتر هم دیده بودیم. حالا راننده در میزنه و پدر الکس میره که ببینه کیه. ماری هم میاد تو راه پله. تو شوکی وحشتناک غریبه حمله‌ای به پدر میکنه و با چاقویی به سرش ضربه میزنه. ماری از دیدن این صحنه وحشت زده میشه و راننده میاد داخل تا بیشتر این مرد رو نابود کنه. در آخر سر پدر بذاره وسط نرده های راه پله و با هل دادن یه میز سنگین به سمتش سر رو از تن جدا میکنه. با شنیدن این صداها حالا مادر و برادر الکس هم بیدار میشن، اما خودش هنوز خوابه. مادر میره که بفهمه چی شده و بدن بیجون همترش رو میبینه. قاتل هم از همون بغل سمتش میاد. صدای جیغ مادر شنیده میشه و ماری که هنوز تو شوک اون صحنه است یه گوشه نشسته و هیچ کاری نمیتونه انجام بده. بالاخره به خودش میاد و سری اتاقی که توش خوابیده بود و کاملا مرتب میکنه، طوری که انگار هیچکی اینجا نیست و قاتل هم سر میرسه. به خاطر نقشه ماری به وجود کسی هم شک نمیکنه و میبینیم که این دختر یواشکی زیر تخت قایم شده. این در حالیه که روانی سراغ الکس میره و تیغ روی گردنش میذاره. وقتی الکس بیدار میشه بهش میگه هیچی نگو. ماری هم دنبال تلفنی میگرده که به پلیس زنگ بزنه. یه دفعه صدای پای میاد و به ناچار توی کمد قایم میشه. میبینه که مادر الکس هنوز زنده است و میاد به اینجا که تلفن رو برداره. اما روانی از پشتش سر میرسه و جلوی چشمای ماری رگ گردن اونم میزنه. با رفتنش ماری بیرون میاد و از شوک هیچی نمیتونه بگه. مادر که داره جون میده یه کلمه میگه چرا و بعدش میمیره. ماری تلفن رو برمیداره اما اونم دیگه کار نمیکنه و یواشکی میره که بفهمه الکس کجاست، بلکه اون کمک برسونه. الکس بیچاره به تخت بسته شده و مدام جیغ میزنه. ماری سعی میکنه بازش کنه اما موفق نمیشه و یه رفعه صدای برادرش رو میشنوه که فریاد میکشه و میبینه روانی رفت دنبال اون. بچه میره وسط مزرعه و روانی هم دنبالشه. با صدای شلیک اسلحه بچه ساکت میشه و مشخص قاتل این کارش هم تموم کرده. الکس فهمیدن این قضیه فقط جیغ میزنه و ماری آرومش میکنه تا بپرسه تلفن‌های دیگه کجان. بالاخره پیداشو میکنه اما حالا میفهمه کل سیمکشی خونه توسط این روانی قطع شده. حالا صدای طبقه بالا میاد و ماری بازم قایم میشه. این بار قاتل الکس رو با خودش برده و پشت ماشینش میذاره. دوباره برمیگرده داخل، یه دونه عکس خانوادگی اینا رو برمیداره و سر الکس رو برای خودش از عکس جدا میکنه. ماری هم تو این فرصت میره تو ماشین تا الکس رو نجات بده، ولی خب قاتل برمیگرده و بی خبر از حضور ماری در رو قفل میکنه. دختر گیر میافتن و ماشین هم حرکت میکنه. راننده عکس برده شده الکس رو کنار آینه میچسبونه، جایی که عکس چندین دختر دیگه هم هست و مشخصه این روانی بارها کارش رو تکرار کرده. ماری هم در تلاش برای فراره که موفق میشه قفل در رو بشکنه. خوشبختانه راننده جلوی پمپ بنزین وامیسته و ماری بعد دادن چاقو به دوستش یواشکی از ماشین بیرون میاد. سری وارد فروشگاه میشه و به صاحبش میگه به پلیس زنگ بزن چون جون من در خطره. راننده وارد میشه و ماری یواشکی به گوشه پناه میگیره. فروشنده که نمیدونه جریان چیه یکم هول میکنه و روانی میاد جلو که چیزی بگیره.
فروشنده دست خونی مردم میبینه و به سفارشش مجبور میشه بره که یه بطری نوشابه بیاره. خیلی ترسیده و همین که برمیگرده مرد روانی با توری بهش حمله میکنه و اونم جلوی چشمای ماری کشته میشه. بعد میره و چراغای مغازه رو خاموش میکنه و ماری هم میره تو دستشویی قایم میشه تا اونو هم مغازه بره بیرون. اما خب حالا قاتل مطمئنه که یه نفر فروشنده آمار داده و با تبرش شروع به گشتن دنبال شخص پنجم میکنه. موفق نمیشه پیداش کنه و برای همینم از فروشگاه میره بیرون. بالاخره ماری یه نفس راحت میکشه و میره که به پلیس زنگ بزنه. اما خب آدرس اینجا رو بلد نیست و مجبور میشه برشتن سویچ ماشین فروشنده و اسلحه اون دنبال قاتل راه بیفته. به وسط جنگلی میرسن و سر یه پیچ ماری ماشین رو گم میکنه. جلوتر میره و حالا قاتل که متوجه تعقیبش شده بوده از پشت پیداش میشه. ماری اسلحه‌اشو برمی‌داره و شلیک میکنه، اما روانی که یه قدم ازش جلوتره و مطمئن بوده یکی توی فروشگاه قایم شده فشنگاشو از قبل درآورده. حالا با ماشین ضربه به ماری میزنه و در آخر باعث میشه که با ماشین بره تو دره. ماری که خیلی زخمی شده با سرعت بیرون میاد و وارد گلخونه‌ای که اون نزدیکه میشه. قاتل هم با چراغ قوه و مردم بالش بگرده و ماری با دهن یه چوب و سیم خاردار سلاحی برای دفاع میسازه. خیلی استرس بالاست و دکتر سعی میکنه با قاتل نزدیک شه، اما یه دفعه این مرد از پشت میاد و پلاستیکی صورتش رو میپوشونه. بعدی که آخر دکتر از حال میره. حالا تیغ و قاتل روی گردنش میذاره، اما ماری که انگار خودش رو به بیهوشی زده بود موفق میشه سنگی از کنارش برداره و چند بار به سر روانی بکوبه. بعدم بلند میشه و با سلاحی که ساخته بود به صورتش ضربه میزنه. میره جلو تا مطمئن شه دیگه نفس نمیکشه، اما روانی هنوز زنده است. ماری این دفعه پلاستیک کنار قاتل رو روی صورتش فشار میده و انقدر نگه میداره که خفش بکنه. یه لحظه میریم به همون پمپ بنزین. بالاخره پلیس سر رسیده و دوربین های مغازه رو چک میکنن. نکته عجیب اینجاست که توی فیلم ماری با تبر به فروشنده حمله میکنه و به شکل وحشتناک اون میکشه. برمیگره میشه این دختر که دوستش آزاد میکنه، اما الیس خیلی ترسیده و چاقو رو سمت ماری میگیره. بهش میگه ازن دور شو و ماری هی توضیح میده اون روانی رو کشتم، من دوستتم، مادم کمکت. اما الیس میگه روانی که خود توی، تو خانوادم رو کشتی و منو دوست دیدی. انگار بالاخره ماری واقعیت رو میبینه. همه این جنایت ها توسط خودش انجام شدن و به خاطر مشکل روانی خاصش یه شخصیت خیالی انگار ساخته که اون کارهای کثیف رو بندازه گردنش. الیس با چاقو ضربه میزنه و پا به فرار میذاره. ماری که دوباره تبدیل به همون رخش روانی خودش میشه از ماشین یه عره برقی در میاره و دنبال الیس حرکت میکنه. اونم توی جنگل میدوه و با رسیدن به جاده یه ماشین جلوش متوقف میشه. سکانسی اول فیلم دیدیم و حالا میفهمیم که توی واقعیت این الکس کینگاری از بقیه کمک میخواد. ماشین بالاخره در باز میکنه و الکس التماس میکنه راه بیفت، اما حالا ماشین روشن نمیشه. ماری روانی سر میرسه و با اره برقی به شکلی ترسناک راننده رو هم میکشه و حالا شروع میکنه مسخره کردن جیغ زدن الکس. اونم خودشو به زحمت از ماشین بیرون میکشه و با دست و پایی که به خاطر شیشه های شکسته زخمی شدن سینه خیز از ماری دور میشه. اونم با آرومی میره سمتش و وقتی بهش میرسه میگه منو دوستم داری یا نه؟ الکس که از اره برقی حسابی وحشت زده است داد میزنه آره عاشقتم. ماری آروم میشه و با کنار انداختن اره الکس رو میبوسه. همین لحظه الکس با میله که کنارشه به سینه ماری ضربه میزنه، اما بازم این روانی نمیمیره و به الکس میگه نمیذارم هیچکی بینمون قرار بگیره. سکانس آخر همون اول فیلم رو نشون میده. میفهمیم ماری توی بیمارستان نیست، بلکه توی تیمارستان بستری شده. مدام همین جمله‌ای که گفتم رو تکرار میکنه و الکس از پشت شیشه به ایش زل میزنه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. این فکر کنم چندمین فیلمی که دارم در این زمینه اختلال شخصیتی میذارم. دلیل خاصی هم نداره، یه رفعه یارا همشون افتادن چون خیلی وقت پیش دیده بودم و خب خیلی شناخته شدن توی این زمینه. چون نمره خوبی هم دارم به نظرم خوب بود که بهتون معرفی بکنمشون. های تنشن یکی از بهترین های این زمینه است و میاد در مورد اختلال چند شخصیتی صحبت میکنه و خیلی قشنگ اینو نمایش میده توی سبک اسلشر. نشون میده که یه نفر وقتی که بخواد یه شخصیت دیگه بسازه میتونه خودش دقیقا به دو قطب تقسیم بکنه، یه دو قطبی بشه و یه قطبش هم آدم خوبه باشه و شخصیت دومی که ساخته یه آدم روانی وحشی که همون مرد عوضی بود که دیدیم. و خب این آدم میومد روی گناهای خودش، روی وحشیگریهای خودش یه دونه سرپوش میذاشت، بگه دلیلی انجامش میداد، میگفت به این دلیل دارم کارو میکنم. توی این فیلم دلیلش عشق بود، گفت من چون عاشق این دوستم الیس بودم این کار دارم انجام میدم. اما خب ما میدونیم منتال ایلنس یا همون بیماری های ذهنی خیلی بزرگتر از این حرفان که بخوایم به یه دونه درگیری مثل عشق ربطش بدیم. یکی از بهتریاش فیلم سایکو بود که چند روز پیش گذاشتمش و اینم دقیقا داره همون حرفو میزنه. وقتی شما ذهنت بیمار باشه اگه بهش رسیدگی نشه میتونی یه قتل عام راه بندازی و هیچ کس هم جلوتون نگیره. خلاصه که مثل بقیه فیلم های این سبک های تنشن هم میاد در مورد همین صحبت میکنه و خب چند تا مزیت خیلی خوب داره. به نظرم مهمترین نکته در مورد این فیلم پلات تویست یا سیر داستانشه.
یعنی به شکلیه که اول فیلم وقتی که اون دختر بیمارستان میبینی و حالا میگذره تا اونجایی که مادر کشته میشه و میگه چرا، اصلا خود به خود ذهن سمت میره که نکنه واقعا این دختر قاتله. یعنی همه همین فکر رو میکنن و میگن که شاید این دختر واقعا قاتل است و روانی شده در اینو کشته. اما خب بعدش سیرش جوری میشه که شما این شک از ذهنت میره وقتی که میبینی رفته کمک دوستش داره انگارش واقعا کمک میگیره و میره توی اون فروشگاه مخصوصا اوج داستان، اونجایی که اون فروشنده واقعا میترسه و انگار یه نفر دیگه بهش حمله کرده. همه اینا باعث میشه اون شکی که توی ذهن ساخته شده کلا بره، بگی نه بابا این سبکش فرق داره، اصلا این نیستش، بیماری های ذهنی نمیتونن دیگه اینطوری باشن. اما وقتی به آخر فیلم میرسه دیگه پرات ریخته، به خاطر اینکه تازه درک میکنه یه بیماری ذهنی تا چه حدی میتونه عمیق باشه و تا چه حدی میتونه باورهای یه آدمو به هم بریزه. نکته دومی که به نظرم یکی از بهترین چیزا در موردش فیلم برداری و فضا سازی فوق العاده زیباشه. به حدی خوبه که اون صحنه آخر که الکس و ماری دنبال همدیگر دارن جنگل میدوئن، شما خود به خود یه هیجان زیادی به دستت میاد، ممکنه حتی عرق بکنی، ممکنه حالت بد بشه، به خاطر اینکه قشنگ داره عین همون دختره فرار میکنه، عین همون استرس داری، پا به پای اون ترسیدی و تو هم همزمان با اون شوکه شدی. اون دختر از این ترسیده که الان دوست صمیمیش میدونه روانیه، تو از این حالت بد شده که تازه فهمیدی که همه چیز زیر سر ماری بوده و هر دوتون یه شوک خیلی عمیق دارید، چه بیننده چه اون شخصی که داره در میره. قشنگ همزمان با همدیگه در دستر سر میکشید و این به نظرم فوق‌العاده است. یعنی کارگردان رو نابغه میتونه انجامش بده. نکته سوم هم در مورد کلن سینمای فرانسه است. سینمای فرانسه به خاطر دوتا چیز خیلی معروفه، یکی نودیتی یا همون برهنگرایی که توی فیلماش بدون سانسور نشون میده و یکیش هم اسلشرهای فوق‌العاده وحشیانه. مثلا میخوام بزنم یکیش ایریورسیبل بود یا کلن فیلمهای گاسپار نوئه، فیلمهایی که میسازه همشون همینطوریه، یعنی اصلا هیچ پرده‌ای ندارن. خیلی هم جالب اینه به خاطر اینکه کلن اعتقاد سینما سازهای فرانسه اینه که وقتی بدون سانسور هنر رو نشون بده تأثیر عمیق‌تر روی بیننده میذاره، به خاطر اینکه ذات انسان یه ذات برهنه است، ذات انسان ذات بدون سانسوره، هیچ جلوشو نمیگیره و وقتی که با یه چیزی که با ذاتش خیلی نزدیکه مثل همون برهنه بودن یا خشونت بدون سانسور روبرو بشه خیلی عمیق‌تر تأثیرش توی خودش میذاره و واقعا هم این اتفاق میفته. شما وقتی این فیلمو کامل تماشا بکنید، همین های تنشن رو مثال میزنم، قشنگ درک میکنه بیماری ذهنی چیه، در حالی که اگر انقدر وحشیانه نمیشد شاید اون ذهنت گرفته شوکه نمیشد که انقدر قشنگ بپذیره فیلمو. وقتی که ذهنت گرفته اون صحنه وحشیانه رو میبینه که طرف با تبر میزنه شکم اونو جر میده، تو شوکه اونی و همزمان داری درک میکنه که بیماری ذهنی چقدر میتونه خطرناک بشه. واقعا به نظرم خیلی ایدئولوژی جالب و تاثیرگذاریه. دیگه همین، خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید تو این روزا، امیدوارم حال هممون خیلی خیلی خوب بشه. لایک و کامنت صبرتون نره. روزتونم گلسی.